متاسفانه بیتا فرحی عزیز بازیگر توانای کشورمون از بین ما رفت. عکسای جوانی وی رو مشاهده میکنید و حتی لحظه‌ای که گفتن این بازیگر متاسفانه از بین ما رفته، علت فوت ناگوار ایشون رو هم بهتون خواهم گفت. یکی از آشناهای بیتا فرحی عزیز یعنی آزیتا موگوی نوشت: تا ابد این تصویر از دوست خوشگلم رو به یاد داشته باشید. بیتا رفت. آزیتا موگوی این پست رو منتشر کرد و برای اولین بار خبر فوت بیتای فرحی عزیز رو در اینستاگرام منتشر کرد. هنگام قاضیانی هم که چند وقت پیش حال بد بیتا فرحی عزیز رو گزارش داده بود و منتشر کرده بود، حالا نوشت: نیم ساعت پیش بیمارستان بودی آزیتا و گفتی هنگامه بهش امیدی نیست. نخواستم باور کنم، کاش اون روز نمی اومدم بیمارستان که بهش بگم باور کن برمیگردی و تو زیبا بودی با شکوه. و همچین چیزهای ناراحت کننده ای نوشته که متاسفانه این بازیگر توانا از بین ما رفت. بیتا فرحی توی چند هفته گذشته به دلیل عارضه ریه و قلبی در بیمارستان دی در تهران بستری بود و همکنون هم سریال سرزمین کهن با بازی بیتا فرحی در حال پخش. حمید فرخ نژاد نوشت: بیتای فرحی 1337-1402. متاسفانه خانم فرحی رو در 69 سالگی سینما ایران از دست داد. رضا گرزار هم در استوری اینستاگرامش نوشت: بیتای عزیز روحتون در آرامش باشه. بهرام افشاری هم در استوری اینستاگرامش نوشت: بانوی سینمای ایران رو هم از دست دادیم. بیتا فرحی در جریان فیلم پارک وی مرگ هنری خودشو در سال 1386 اعلام کرده بود. مثلا در یک متن نوشته بود: من بیتا فرحی مرگ هنری مظلومانه و ناعادلانه ام رو که به وسیله دستندرکاران و سازنده فیلم پارک وی صورت انجام کرده اعلام میکنم. مرگی که میتوانست خنده مخاطبان را در پی نداشته باشد. اعتراض و مرگ هنریم را باور داشته باشید. امیدوارم این نوشته کوتاه استنباط دیگری رو در ذهن مخاطبان ایجاد نکند. هوشمندی و دانستگی رو برای بازماندگان فیلم آرزو میکنم. بیتا فرحی. سوی صالحی هم در اینستاگرامش نوشت: بیتای فرحی روحش شاد و یادش جاودان. فیلمایی که بیتای فرحی عزیز بازی کرده بود: هامون، برادرم خسرو، دوران عاشقی، در انتظار معجزه، خاک آشنا، خونبازی، خانه روی آب، اعتراض، کیمیا، بانو و لامینور از جمله فیلم‌های سینمایی که بیتا فرحی در اون به ایفای نقش پرداخت. فرحی متولد 1337 و فارغ التحصیل رشته هنر از مدرسه هنرجان پافرس آمریکا در سال 1359 بود که برای بازی در هامون توسط ناصر چشم‌آذر به داریوش مهرجویی عزیز که همین چند وقت پیش فوت کرد معرفی شد و به صورت مورد پسند اون برای بازی در نقش مهشید قرار گرفت. یه چیز جالب راجع به فیلم هامون هم که بازی کرده است که در ادامه بهتون میگم و حتی اون لحظه که میگم این بازیگر متاسفانه از بین ما رفته. و از طرف دیگه بازیگرای دیگه مثلا هانیه توسلی برای بیتای فرحی عزیز نوشت: بیتای نازنین روحت شاد و در آرامش. هانیه توسلی خودش در چند وقت گذشته حاشیه‌ها و جنجال‌های زیادی داشت، مخصوصا بازداشت شدن و حتی این اواخر خبر 6 ماه حبسش. و حتی از طرف دیگه هوتن شکیبا هم سه تا قلب سیاه برای بیتای فرحی عزیز گذاشت و عکس اون رو در استوری اینستاگرامش قرار داد. خبرگزاری‌های مختلف مثلا ایران اینترنشنال، بی بی سی، من و تو و غیره هم راجع به فوت بیتا فرحی عزیزم پست‌های مختلفی گذاشتن. شاهین صمدپور هم در رابطه با بیتا فرحی نوشت: بازیگر قدیمی در سن 65 سالگی بر اثر بیماری ریوی در بیمارستان درگذشت. نوشت راجع به تولدش و چیزایی که در چند دقیقه بهتون گفتم. محسن تنابنده هم با این استوری در رابطه با فوت خانم بیتا فرحی عزیز همچنین پستی گذاشت. حالا در رابطه با فیلم هامون که اسمش رو چند بار تا اینجا ویدیو شنیدین، یه نکته جالب بهتون بگم که از فیلم خاطر انگیز هامون دیگه کسی متاسفانه دیگه بینمون نیست. متاسفانه با فوت بیتا فرحی عزیز بازیگران اصلی فیلم هامون دیگه بینمون نیستن. زنده یادان داریوش مهرجویی کارگردان فیلم که همین چند وقت پیش اتفاق بد و وحشتناکی براش افتاد و از بین رفت. فتحعلی اویسی هم که دیگه خودتون میدونید. خسرو شکیبایی عزیزم که متاسفانه از بین ما رفته. عزت الله انتظامی عزیزم همینطور. جلال مقدم، حسین سرشار، فاطمه طاهری و صدیقه کیانفر از بازیگران فیلم هامونن که دیگه در جمع ما متاسفانه حضور ندارن. روحشون شاد و یادشون گرامی. و شما هم در کامنت ها بنویسید واسه این عزیزان روحشون شاد که روحشون در آرامش باشه. و حتی بیتای فرحی عزیز که همین به تازگی همین امروز متاسفانه از بین ما رفتن. بریم سراغ ادامه اخبار. بهاره افشاری عزیزم
قبل از فوت خانم بیتا فرحی، یعنی چند روز پیش، نوشته بود بیتا فرحی عزیز سینمای ایران روزای سختی رو میگذرونن و در بستر بیماری هستن. لطفاً برای سلامتشون دعا کنید، که چند روز قبل این پست رو گذاشت. حسابی مردم برای بیتا فرحی عزیز نگران شدن که متاسفانه امروز خبر تلخ رو شنیدیم، خبری که نباید میشنیدیم. خانم بیتا فرحی عزیز در سال 96 در برنامه دور همی به کارگردانی مهران مدیری، همچنین در برنامه خندوانه به کارگردانی رامبد جوان به عنوان مهمان شرکت کرد و وی هم به دو زبان فرانسه و انگلیسی مسلط بود و یک فرزند دختر داره که اون هم در فرانسه زندگی می‌کنه. بعد از اون طرف هومن سیدی نوشت بانو روحت شاد برای بیتای فرحی عزیز، امیدوارم روحش در آرامش باشه. توی کامنت‌ها براش بنویسید اون لحظه رو که گفتم بهتون میگم. از اون طرف هم الهام پاونژاد نوشت بیتا جان اون روز توی بیمارستان این قرار رو نگذاشتیم و دیگه الان متاسفانه از بین ما رفتن. و از اون طرفم داریم میبینیم اینجا که محسن کیایی هم برای بیتای فرحی عزیز همچین چیزی نوشته که گفته 1402 بازم داره قربانی میگیره، خیلی بازیگرای بزرگی از دست دادیم 1402 متاسفانه. و از این طرفم مثلا این چهره که داریم اینجا میبینیم لیلا بلوکات همچین واکنشی نشون داده، شاید باعث تعجبتون باشه. این دو تا عکسی که در ادامه میبینید، یعنی عکس اولی و عکس دومی که چند دقیقه دیگه بهتون نشون میدم، قابی به یاد ماندنی از مرحوم خسرو شکیبایی در کنار مرحوم بیتا فرحی در فیلم ماندگار هامون به کارگردانی داریوش مهرجویی. و متاسفانه خب دیگه میدونی بیتا فرحی در سنی که بهتون گفتم درگذشت و خسرو شکیبایی هم در سال 87 در سن 64 سالگی متاسفانه از بین ما رفتن. البته بعضی هم میگن که خانم بیتا فرحی 65 سالشون بوده و بعضی میگن 69. از طرف هم داریوش فرزایی یا همون امو پورنگ هم برای بیتا فرحی عزیز همچین سوری گذاشت و نوشت بیتا فرحی روحشان در آرامش و شاد باشه، که جالب بود. در نوبه دیگه مثلا اینجا داریم میریم که بهرنگ عربی و همه چهره ها و افراد مشهور برای این خانم پست گذاشتن و اون لحظه هم که متاسفانه میگن خانم از بین رفتم در پیجای مختلف پخش تو شما میذارم، اینجا هم مجید واشتقانی همچین واکنشی در رابطه با فوت خانم بیتا فرحی عزیز در اینستاگرام و استوری اینستاگرام خودش قرار داده که داریم اینجا اون رو با مشاهده میکنیم. و عکسای جوانی بیتا فرحی، یعنی این دختری که الان دارین اینجا میبینید، عکس جوانی بیتا فرحی، یعنی زنده یاد بیتا فرحی عزیزه، که میبینید چه شکلی بوده در جوانی خودش. و عکسای دیگه که دارید اینجا میبینید و امیدوارم که روحش در آرامش باشه. و اینا متاسفانه میگن عکسی که از اون زمانی که بیتا فرحی عزیز از بین ما رفته منتشر شده و گرفته شده. و کلیت اخبار امروز در رابطه با این خانم عزیز که از بین ما رفت بود و امیدوارم که روحش در آرامش باشه و اون اطلاعاتی که شما هم نیاز داشتید از این ویدیو به دست آورده باشه. خیلی خیلی ممنونم که به این ویدیو نگاه کردید. مرامی مرامی دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن رو بزنید و زنگوله رو فعال کنید. یه دکمه از مرامی دمتون گرم تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.